سلام بچه پلیس، خودتون خوش اومدین. امروز توی این پارت میخوام به موزیک مگاهیت پارسالی ریاکت برم. خب یه جورایی دیس حرفایی بوده که خسته زده، یه اطلاعاتی هم داری، حالا بیشتر راجبش توضیح میدم. وقتتون رو نگیرم، برام کامنت بذارین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی برو بریم. خب اولش که موزیک بود، بعدش موزیک ویدیوش اومد، کلن هم انگار با سیس دعوا اومده جلو. همه چی الان همدیگر دارن میزنن، این ور داره میزنه، اون ور داره میزنه. اوه اوه، این حالا اگه اینجوریه چجوری؟ حالا من در اطلاع نیستم، علامت پارسالی به همیشه انجام میده. چیت همه هم قمه به دست و توفنگ به دست و اصلا ما اینه در نیافت عزیزم. دورم از خونه ولی انو شهر سیر پام جمشید چهالا موقع تصفیه صابر زور میزنی موزیک هیت بدی ولی هیچیه در حد تخلیه چاره در حد تخلیه چاره. پارسالی خب ایران نیستش دیگه، الان اومده تا اونجایی که من اطلاع دارم ترکیه، اصلا نمیدونم کجا رفته چیکار داره میکنه نمیدونم، ولی خب اون تایم فکر میکنم ترکیه بود اگه اشتباه نکنم. بعد الان که دیگه میگه که در حد ما نیست دیگه، این کلا دیستش برای خلص است. زور میزنی موزیک هیت بدی ولی هیچیه در حد تخلیه چاره. بابا نفس نیو چاقی شما لات مجازی، اگه کارتون ایته چرا دنبال هواشی؟ قبل اینکه فوش بدی طرف تو بشناس، ما آدم حسابیم و یه نمه روانی هم یه نامه روانی. خب خلصه کلا اومده بود پیام داده بود به پارسالی دیگه، کلا فوش داده بود، یعنی هیچ هیت دادنی نبود، موزیکی نبود اصلا، فقط یه استوری چند استوری گذاشته بود و فقط فوش داده بود به پارسا. اونم دلیلش هم بودش که یه جی جی بود، یه استوری گذاشته بود پارسالی به خودش گرفته بود و خلصه اومد داد فوش داده بود و کلا به هم پیچیدن، به هم پیچیدن. ولی خب اون استوری گذاشت، این موزیک داد بیرون. فوش بدی طرف تو بشناس، ما آدم حسابیم و یه نمه روانی هم رپ کنم هم گرافیک کارم هم نگاهی دارم. من نمیگم از خودت بپرس چرا اینجا هم زحمت کشیدم به گاهی دادم تو خیلی بود تویی بشی یه روز ارائه دارم من جای خب پارسالی حالا خودش رو زیاد در اطلاع نیستم که خودش چیا گفته بوده، ولی خب برادرش که آریا کیوکسر باشه، ویدیویی که گذاشته بودن با تلاش و زحمت واقعا به اینجا رسیدن، چیزی نبوده که الکی باشه یا بخوان کسی پشتشون رو بگیره یا بخواد فیت بده و اینجور داستان کلا نبودن، خیلی زحمت کشیدن به اینجایی که هر دوتاشون هستن، چه آریا چه پارسالی توی این موقعیت که الان هستن خیلی تلاش گرفتن، تلاش کردن که به این نتیجه رسیدن. الانم داره میگه دیگه، میگه من خیلی تلاش کردم به اینجا برسم، خودتو بکشی هم نمیرسی به چهارایی که من اومدم. کشیدم به گاید دادم تو خیلی بود توی بشی یه روز ارائه دارم من جای فوش موزیک میدم دکورت بریز شما نیست شدیدم دموده کلیشه اینجا کنگ دارم و هیچ کدوم ولکنت نمیشه نمیتونی بده دیست و کلیتو بنویسه نمیتونی بده دیست و کلیتو بنویسه. خیلی بال بود. خلصه اومده بود تو یکی این ویدیو که رهلو نوشت، خودش گفته بود که آره من مثلا تکسام و موزیکام مثلا میدم لیتو بنویسه برام. جان پارسالی داره دیگه میندازه میگه که آره دیگه نمیتونی بدی دیس بکو، یعنی من اینو دارم حالتو میگیرم، دیگه نمیتونی بدی دیس بکتو بدی لیتو بنویسه. کدوم ولکنت نمیشه نمیتونی بده دیس و کلیتو بنویسه. اکیپم با همه هر جا که میرم، با اینکه خودم تنها یه تیمم، آرومم ولی هاردکورم یکم، امرو اومدم همتون رو چال کنم برم. اکیپم با همه هر جا که میرم، با اینکه خودم تن اکیپش فقط دنبال جنگ و دعوان، اینا با قمه اومدن با تفنگ اومدن. عزیزم نکن این کارا رو خلصه جان، من طرفدار خلصم هستم، نگفته نماند اصلا طرفداری الان نمیکنم از کدوم سمت، چون مطمئنم اینا با هم دیگه اوکی میشن به جان خودم، نه یه فیت با هم دیگه میدن اصلا هم چیزی نیستش، ولی خب با هم دیگه پیچیدن دیگه دیس و دیس بازی. برم اکیپم با همه هر جا که میرم، با اینکه خودم تنها یه تیمم، آرومم ولی هارد کرم یکم، امرو اومدم همتون رو چ
ما را خنده پار پوره نکن. کی بود اونایی که تو ماشین نشسته بودن باش؟ احساس میکنم فیتاشون خیلی آشنا بود. ما را خنده پار پوره نکن بیا پارسا برات موزیک عاشقونه هم خون میخواستم بدم بیارن شلوار تو برام یادم اومد یه بار لخ شدی حالمون به هم خورد خوشم نمی وای خدا میگه خواستم بدم شلوار تو برام بیارن یه استرسری گذاشته بود که آره اصلا لخ شده بود و اینا کلن خلصه اگه اشتباه نکنم بعد میگه گفتم بیخیال کنسل کلا یه بار همین لخ دمت حالا من خور شلوار تو برام یادم اومد یه بار لخ شدی حالمون به هم خورد خوشم نمیاد از راه حل راحت یه پا نابغم خشابم پره واردم به کارم من یه شاعرم که آرم فاتحتو دادم ببین این به بعد دیگه توی دایره است رفاقت اونی که برام من قد نسبت به موزیک ویدیوش اینطوری بگم که مثلا موزیک ویدیوش خیلی خشنه همه شحال زد و خوردن این هم که مثلا حالت کیک بوکس و بوکس و اینجور دک و داستان رو داره کلن دارم با خشونت ویدیو میگیرم ولی توی دیسی که کرده تو اصلا فش نمیبینی همه چیز داره به صورت دوستانه یعنی تنها کاری که خلصه کرده بود این بود که فش داده بود فقط اولش خود یه پیام دارم من پارسالی بقیه رو همه رو فش داده بود ولی خب این الان یه موزیک تقریبا 3 دقیقه‌ای داده بیرون و اصلا فشی من تا اینجای کار اصلا ازش ندیدم این خودش میتونه اینو تناقض باشه حس خیلی خفن جالبی میتونه باشه به نظر من که آدم میتونه دیسم بکنه بدون اینکه بخواد فوش بده میذاره دست میذاره رو نقطه ضعفای طرف اینطوری تو دادم ببین این به بعد دیگه توی دایره است رفاقت اونی که برام من قدلم کنه یهو به خودش میاد ببینه شله گیجه چیزی نیست تو هم رپر خوبی فقط تنهایی به تینه که هم موتوری جنس میگیری آتو نده دستم چون من پای لعنت به خود دیگه خلصه دیگه همه در جریان طرفدارا اونان که حالا ایترن حالا هرچی که اصلا میدونن که خلصه خیلی وید بازی میکنه کلن کار ویده بعد میگه که خوبی ها رپر خوبی هستی فقط مشکل اینه که هم موتوری جنس می عجب میز کارم توی بالکنم نشستم منتظرم ببینم با اون کی طرف توی استوری و زامن تو کار میزنم اکیپم با همه هر جا که میرم خفن گفتا پانچ داشت قشنگ میگه تو استوری بذار من تو کار حالتو میگیرم رپریم دیگه به حال آدم هر کی تو موقعیت شرایط خودش باید طرفشو بزنه نمیتونی بری مثلا با طرف درگیر بشی یا مثلا فوش بدی حالا یه خود خسم از این موضوع بعدن حالا ناراحت شده بود و گفته بود که دوست نداشتم واقعا همچین چیزی اتفاق بیفته که من انقدر عصبانی بشم بخوام همچین استوریایی رو بگیرم ولی خب کرده بود گذاشته بود نتونست به اعصاب خودش مثلث باشه اینکه ولی خب حرفه‌ش اینه دیگه حرفه‌ای اینه که بخوای توی کار بزنی اینقدرم تمیز بزنی آفرین بزامن تو کار میزنم اکیپم با همه هر جا که میرم با اینکه خودم تنها یه تیمم آرومم ولی هاردکورم یکم امرو اومدم همتونو چال کنم برم اکیپم با همه هر جا که میرم با اینکه خودم تنها یه تیمم آرومم ولی هاردکورم یکم امرو اومدم همتونو چال کنم برم من اصلا این توی سیسش آرومیت من ندیدم ولی خب رپش آره دیسش یه جورایی ریلکسوری بود خیلی قشنگ گرفت روش ولی خب احساس میکنم میتونست قوی ترم باشه اومدم همتونو چال کنم برم عشق جان من آریا رو خیلی دوست دارم امیدوارم که هر دوتاشون موفق باشن ولی خب الان دیگه آریا هم کشیده بود وسط مثلا آریا خب برادرش رو نمیتونه چیزی بگه دیگه آریا هم یه دلخوری های خودش نشون داده بود که آره مثلا چرا همچه حرکتی بود و اینا حالا کاری نداریم کلا الان پارسالیپه ولی الان دوتا برادر توی قاب میبینیم پارسالی پشم فونتش از این است که مثلا یه نفر میخواد یه قاتلی هستش میخواد بکنه دنبالت
می نویسه مثلا با خون و این داستان ها اون شکلیه. مگاهیت جالب بود، دیس باحالی بود، من خوشم اومد. طرفدار پارسالیپم، طرفدار خلصم هستم، امیدوارم که با هم دیگه آشتی کنه، یه فیتی با هم دیگه بدن، چون به نظرم فیت خیلی خفنی میشه اگه این کدورت ها پیش نیاد. خلاصه این که مرسی که ویدیو رو نگاه کردین، لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه احساس میکنین که این ویدیو یعنی ویدیوی پارسالی جزء تاپ 10 میتونه باشه، حتما هشتگ تاپ 10 زیر همین ویدیو بر من کامنت بکنین که به عنوان یه رای به حساب بیاد، آخر ما هم توی تاپ 10 قرار بگیره. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، خدافظ.